سلام به همه ستونای گنگ، چطورید بچه‌ها؟ خیلی مخلصیم آقا. امروز اومدم با یه ویدیو فوق العاده مهیج، جذاب و دیدنی، با یه گان فوق العاده دیگه، با گان QQ9، با یه اتچمنت سورپرایز کننده برای شما که فقط باید تا آخر این ویدیو رو ببینید. یه دیدی اتچمنت دقیقه 3 بود، یه دیدی اتچمنت دقیقه 4 بود، اصلا معلوم نیست. من همینطوری ویدیو رو میذارم، اتچمنت رو میذارم، بچه حتما تا آخرش رو ببینید. خواهشان لایکاتون هم میزنید بچه ها. من دیدم بچه ها نوشته بودن علی یکزایی همه لایک میخوری، بچه نقدر لایکات کمه. بچه لایک ها میپره، چرا؟ چون با ایرانی ها بده یوتیوب کامنت ها رو میپرونه، لایک ها رو میپرونه. لطفاً کامنت انگلیسی معنادار بذارید، لطفاً کامنت انگلیسی معنادار. بچه ها رو سابسکرایب کنید، حتما زنگولم بچه بزنید. آقا اومدم امروز راجع به ویدیو خیلی مهم صحبت بکنم. ویدیویی که الان داریم راجع به خیلی مبحث مهمیه. زمانی که خب الان میگید که علی اگزو کلن نداری، میخوام بیام توی کلنت فلان، بچه من دیگه الان در حال حاضر هیچ کلنی ندارم. اگر دوست دارید کلن بزنم براتون توی کامنت ها بگید. حالا خلاصه فکر کنم در رابطه با این کلن زدنه، چون خیلی تایم میگیره، اگر بتونم تایممو که بشه بزنم. بستگی به شما داره، ببینم اصلا دوست دارید بیاد کلن علی اگزو یا نه. این از این. حالا مورد بعدی بچه‌ها، یه سری شایعات شده بود که علی اگزو فیک نمیدونم کار کرده بود و فرگو نزده و فلان و اینا. گفتم و چی داری میگی داداش؟ من دارم یه قسم که نمیشه به خود دیگه، من از سیزن یک پلی بودم فرگو زدم، آقا تو کلنای بزرگم بودم. حالا طرف دیگه علی اگزو خیلی ادعاش میشه، من هیچ ادعایی ندارم ولی دروغم نمیگم، واقعیت رو دارم میگم. من بچه ها تقریبا میشه گفت یه مدت پیش که حالا رفتم لیدر بورد، قبل از اون خب من تو کلن ماینی بودم. ماینی چیه؟ ماینی رفیق فلاکو و رفیق فرگ و خیلی از گنده های یوتیوبر خارجیه، حالا از بابی بگی، روتیری امور و کلی آدم خفن دیگه، هانزو و غیره. بچه من داخل کلن ماینی عضو شدم، حتی ویدیوش هم به انگلیسی آپلود کردم. ماینی کاملا واقعی 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 بود، یه سری میگن فیکه، نه بچه من شخصا باش چت کردم، صحبت کردم و از چه طریقی من وارد اونجا شدم در واقع خیلی جالب شد. خب میدونی قبلا من با یه ویدیوی داشتم که با فلاکو پلی داده بودم، خیلی ها میگن طرف چیتره، خیلی ها میگن اون نیست. هرچی بود که به نظر خود من خودش بود، به خاطر اینکه وقتی که با من حرف زد و قرار شد که منو ببره توی کلن ماینی، منو اکسپت نمی کردن. زمانی که من به فلاکو پیام دادم و اون به ماینی گفت، منو وارد کلن خودشون کردن و یه سوال جالبی برام بود که چرا باید منو اکسپت کنن. چرا منظورم اینه که منو اکسپت کنم؟ به خاطر اینکه بچه من خارجی نبودم، من پلیر ایرانی بودم و اونا میدونستن که حالا من چنلم خارجیه و موقع چنلم اکسو کدم بود. شروع کردم به فعالیت کردن و باش ویدیو رو گذاشتم، حتی به رای هم پیام دادم. بچه رای یه پلیر خیلی خفنه، میدونم چینی، ژاپنی، کره، خلاصه هرچی از این حروف عجب و عجقی ها چینی ها داره، حالا نمیدونم کدوم کشوره. باش حرف زدم، گفتم این خودشه، اینو گفت آره یس خودشه، به انگلیسی پیام داد، اونم انگلیسیش هم خوب بود، بهم گفت که آره خودشه و اینا. گفتم که فلانا، بعد خود رای منو فالو میکنه و جالبه تکس کارمون هم یه سری از یوتیوبر خیلی خفن دیگه است، اونم اگر بشناسیدش، یه یوتیوبر خیلی کله گنده ایه، اونم تقریبا با هانزو اینا پلی میده، اونم منو فالو کرد. نمیخوام بگم علی اگزور فالو کردید، موضوع اصلی این بود که بگم اصلا داستان آشنایی من چجوری بود و یه پیامی هم بهش رسوندم که چطوری میتونم منو به قول معروف ببرید داخل کلن خود فرگ، که حتی به فرگ برسم و به قول معروف نزدیکی خودم رو به اونجا برسونم که یه جوری که کامیونیتی ایرانو بکشیم بالا. بچه نشد این قضیه اتفاق بیفته، واقعا نشد. من زمانی که خب با یار فرگ بازی میکردم، اسمش فیوزه، برید ببینید، نگید علی اگزو داره چرن میگه، دروغ میگه. من که دروغ نمیگم، برید ویدیوهاشو ببینید خدا وکیلی. اگه به دروغ گفتم بود که خیلی وقتا، اگر هم موقع اشتباهی کردم چیزی گفتم عذرخواهی کردم، ولی واقعیت‌ها رو میگم، شخصا دارم میگم. این هم اتچمنتش، بچا اسکرین شات رو بگیرید. حالا داشتم میگفتم به فیوز، گفتم فیوز چی بود؟ حالا اگر نایید برید ویدیو قبلی رو بزنید، بنویسید فیوز کدم، اصلا شما به انگلیسی بنویسید فلاکو کدم، فیوز کدم، ویدیوی منو بهتون نمایش میده، نمیدونم چرا کلا منو جزو تاپ لیست ها آورده. خلاصه آقا به فیوز گفتم که میتونیم من برای داخل کلن فرگ، گفت که هیچ وقت یادم نمیاد. خب فیوز یار صمیمی فرگه که حتی باهاش بازی کردم، ویدیوش هم داخل یوتیوبم گذاشتم. سیزن یکیه، سیزن یک قدیمه ها، یعنی
فریم ریت قاب عکس گیمش هم برید ببینید متوجه میشید مال سیزن 1 همه چیش هست دیگه. گفتم پیام منو به فیک برسون و بگو که الان من تو کلن ماینی ام، چطوری میتونم با تو در ارتباط باشم و بیام داخل کلنت. بچه یه جواب خیلی بدی به من داد، یعنی جواب نمیدونم بد چون اصلا منو نمیشناخت این موقع، ولی الان قطعا فیک دیگه اسم منو میشناسه به خاطر اینکه پیام منو بهش رسون و چتی که این کرد و من داد و نوشته بود که جو یه لایک خوردم، نوشته بود که ساری به انگلیسی معنیش چیه، یعنی نمیتونم همچین کاری بکنم چون ممکنه از ویدیوهای من استفاده کنید برای بالا اومدن خودتون. دقیقا همین پیامو که به من داد من گفتم اوکی دیگه نمیخواد بنا ببرید داخل کلن، من تو کلن ماینی میمونم و تا زمانی که خودمو بکشونم بالاتر و بالاتر. بچه متاسفانه چون ایرانی ها که به قول معروف یوتیوب من داشتن چهل انگلیسی بود نمیدونستم من ایرانی ام، گفتم بابا این علی اگزو انگلیسی سر نمیدونم آلمان کجاست خارجیه. وقتی که خودم رو کردم و صحبت کردم و به قول معروف تایتل های فارسی زدم ویوم کلا نصف شد. یکی از دلایلی که ویو های من ریخت به خاطر همین بود که چهلم فارسی کردم. خیلی ها میدونید دیگه مرزی که یک سال کامل من انگلیسی کار کردم و حتی چنلم زمانی که مونتایز شد 1000 تا سابسکرایب رو گرفت و 4000 تا واچتم گرفت، من انگلیسی کار کردم و به اینجا رسیدم. خدا وکیلی سخت‌ترین کار ممکن انجام دادم و خیلی از بچهای دیگه فقط فارسی کار کردن. نمیخوام حالا شرف کنم به اسم کسی، ولی منظورم که تو چه شرایطی و اونم تو دوران سربازی خودم رفتم لیدربورد با فلاکو بلگی دادم، کلن مانی رفتم و حتی با فر درس بود بودم و خیلی از یوتیوبرای کله گنده که حتی خدا شاهده بچه من اینا رو نمیخوام بگم که بگی علی اگزو ادعاش میشه، نه یه دونه چیزی که خدا هم داده اون قدرت و شهامت اقتداری که بهم داده فقط همین و هیچ وقت سوء استفاده نمی کنم از چیزی که خدا بهم داده و واقعیت ها رو گفتم. دقیقا مو به مو همینایی بود که بهتون گفتم. داستان من از اینجا شروع شد وقتی که وارد کلن ماینی شدم خیلی از پلیار کله گنده منو شناختن، از جمله به قول معروف چی اسمش فیوز که گفتم یکیشون بود، ماینی بود. حتی ماینی رو بچه وای باورتون میشه یا نمیشه من نمیدونم، من میرفتم داخل شیپمنت میخواستم برم مثلا موقع میخواستم گارم گلد دایموند کنم با ماینی میرفتم، ماینی داشت حادش رو درست میکرد چون بعد از مدت ها برگشت. بزنید ماینی کدم متوجه میشید کیه و دقیقا فهمیدم که موومنت هایی که الان میزنه به خاطر همون تمرین های شیپمنتی بود که داشت میکرد. یعنی پشمای من ریخ، گفتم کاش که ریکورد کرده بودم که بیان نیام بگن علی اگزو فیکه، علی اگزو دروغ میگه و اون ویدیویی که داخل کلنش هستم رو برید ببینید هیچ کدومش فیک نیست. خودتون میتونید برید داخل خود کلن ماینی اون ویدیو رو ببینید و به قول معروف حالا یه سری ها میگن فلاکو خودش نبود، فلاکو نمیدونم. بچه واقعا فلاکو یه شخصیت عجیب و غریب داره، حتی ویدیوهای خودش با دو تا سه تا ویدیو کلا به اینقدر معروفیت رسید که حتی فرگ هم روش ریاکت رفت، بابی ریاکت رفت و خیلی از یوتیوبرهای خفن کله گنده فلاکو رو به خاطر ادیت سنگین خفنی که داشت و اون زمان همچین اسنایپ می‌زد شناختن. حتی الگوی منم بود که من اسنایپ از اون بیشتر یاد گرفتم. پس ببینید بچه حالا چه خودش بوده اون یا نه، فقط فلاکو رو دارم میگم، یا طرف چیتر بوده معلوم نیست. واقعا یه شخصیت خیلی عجیب غریب داره که دوست نداره دیده بشه، چون اگر دوست داشت دیده بشه باید بر میگشت و ادامه میداد، همون این کارو نکرد. هرچند رفیق قدیمیش ماینی این کارو انجام داد و توی یکی از ویدیوهاش هم گفت قراره که من جای اون باشم و من ادامه بدم. حتی یه ویدیو هم درست کرده بود که فلاکو ایز بک، حتی سوالی گفته بود چون میدونه دیگه در ارتباط باشه، وقتی که در ارتباطه تو کلنشه دیگه، ویدیوشو برای چی باید آپلود کنه داخل یوتیوب و کلی ویو بخوره. اینا همه با سند مدرک دارم میگم، حالا برید ویدیوهاشو ببینید، ویدیوشو هم تو کانالم گذاشتم. خلاصه بدون داستان من از اینجا شروع شد و به اینجا رسیدم و الان هیچ کلنی ندارم در حال حاضر و دوست دارم که کامیونیتی تمیز داشته باشه. ایرانیان ندارن کامیونیتی تمیز و فعلا منم تصمیم ندارم هیچ کلنی برم و همین کانتنت کریتور خودم رو ادامه میدم و امید به خدا ببینیم چی میشه دیگه. و خلاصه همین خواستم بهتون بگم که همچین داستانی بود، هیچ کدوم از اینا دروغ نیست، هیچ کدوم فیک نیست، همه سندش موجوده. حتی فرگم که دادم عکسشو گذاشتم داخل کانالم، برید حتما ببینید. بچه خیلی 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 زیاد دوستتون دارم. این ویدیو هم تقدیم با عشق، فعلا لایک و سابسکرایبتون نره فعلا.